که این جنایت را مرتکب شدند و جنایت‌های دیگر که گفته می‌شود حدود 17,000 شهید ترور در این چند سال در کشور بودند، همانهایی که این جنایات عظیم و تکندهنده را مرتکب شدند رفتند در آغوش غربی‌ها، از طرف آنها استقبال شدند. امروز هم شما می‌بینید میرند در پارلمان‌های غربی، در آمریکا، در اروپا، در مراکز دولتی اینها، در مراکز سیاسی اینها حضور پیدا می‌کنند و از طرف اونها استقبال میشوند. ما 17,000 شهید داشتیم که اینها ترور شدن توسط همون افرادی که شما اخیراً اونها را آزاد کردید و از لیست تروریست بیرون آوردید. شما ملاحظه بفرمایید، از 17,000 شهید تروری که در چند روز گذشته یادواره تجلیلی از اونها برگزار شد، 16,000 نفر از این شهدای ترور توسط گروه های منافقین به شهادت رسیدن. این درصد بسیار بالایی است. عملیات های متعددی اینها انجام دادن که عملیات مرصاد که از دید اونها فروغ جاویدان نامیده میشه، این عملیات بسیار سنگینی بود که به اندازه قتل عام‌های ناشی از تهاجم هسته‌ای آمریکا به ناکازاکی و هیروشیما اینا کشته گرفتند. شما دقیقاً واقف هستید که اینها بودند که با جاسوسی در محیط هسته‌ای ما یک فضای خیالی و موهومی و تصنعی در نظام بین‌الملل نسبت به فعالیت هسته‌ای ما ایجاد کردند و هر آنچه که امروز ملت ایران از تحریم، از کاهش تعاملات جهانی و تأثیرات اون میبینه همه ناشی از خیانت است که اینها کردن. به خلیفه ارتجا و سردشخیم قضایه او باید گفت کجایش را دیده اید؟ مردم و مقاومت ایران بند از بند رژیمتان خواهند گسست، در این تردید نکنید. بار دیگر از خامنه ای و روحانی و رئیسی دعوت میکنم اگر جرأت دارند با ما به یک دادگاه بین المللی بیایند. این 17,000 نفر که آمار میدهند و آن 17,000 نفر فروغ جاویدان را هم که در آمارشان محسوب نمی کنند، و 17,000 نفر بعدی رو هم که قرار است وارد کنند همراه بیاورند. این روشن می کند که 40 سال است در ایران یک جنگ عظیم بین خلق و مجاهد خلق با رژیم دجال و ضد بشر جریان دارد.